السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم بندگان محترم ما خوشحال استم كي برنامه ديگر از حقوق ميراس در خدمت شما قرار دارم همان گونه که شما در جریان هستین که ما بحث را در رابطه به حقوق میراث که از, از،, از زویل فروز و عصبات را تونستیم که در بحث گذشته به پایان برسانیم حالا یک بحثی جدیدی که ارتباطی بسیار عمیقی با زویل فروز و عصبات داره او را ما در اینجا زیر بحث قرار میتیم که او عبارت هست حجب است خب پیش از که به کلمه به اصل بحث بریم کلمه حجب که مرکب از ح جیم و با هست و یک تعداد دوستها متاسفانه ای را حجب میخوانند خوانند او معنا می که یک ارتباطی هم داشته باشه چرا حجب یا حجب مثلا جمع حجاب هم میتونه باید باشه پرده ولی این حجب است این مستر هست حجب به معنای پرده و این خاطر اولا ما این کلمه را از لحاظ ارائه از یا زبط شکه این حجب است بینن این کلمه را ما خیلی دقت داشته باشیم بینن ما میریم به تعریف حجب و همچنان در مرحله دوم به اقسامی از این خب تعریفی از این را هم ما داریم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ اصطلاحی خب حجب در لغت از حجاب گرفته شده به معنای مانع حجب یعنی مانع یا پرده هر چیزی که سبب مانعی رسیدن یک چیز به چیز دیگری میشه او حاجب قرار میگیره به طور مثال میتونیم بگوییم که حالا این میزی که اینجا پیش روی قرار داره این حاجب هست برای از که شما عقب رو دیده نتانین این حجب میشه و برای این ح... ای عمل حجب است و این حاجب هست این پرده هست به این خاطر برای دروازبان هم حاجب گفته میشه برای از ای که او میشه ای که یک مراجع به یک مسئول دولتی و یا به یک مسئول ببینید اینجا حاجب هست به خاطر در گذشته ها کسایی که گویا به تعبیر ما مثلا سکرتر و یا ای که گاردی برای کس قرار می گرفتن اونها را حاجب گفتن میشد، شده کلمه زبانی کلمه عربی هست اما در اصطلاح حجب عبارت است از تنزل و یا نقصاد آمدن در حقوق یک ورسه به این که یک وارث یا کاملا حقوق خود را از دست میده یا ای که سهمش در گذشته بیشتر بود حالا کم شده بنابر یک علتی این تعریف اصطلاحی حجب است اما همان گونه که از تعریفش دانسته میشه که حجب بر دو قسم تقسیم میشه یکی هم حجب نقصان هست و دوم حجب حرمان خب حجب نقصان نقصان خو از نقص و کمی هست که معنای اصطلاحیش ای است که تنزلی فرض یک واریس از حد اعلا به حد ادنا تنزلی تنظل فرض یک واریس فرض یک واریس از حد اعلا به حد ادنا حالا این حجب نقصان است به این معنا که در گذشته بنابر یک عوامل سهمش بیشتر بود حالا سهمش کم شده این حد نقصان است حالا ما برای از این هایی را هم در گذشته داشتیم ولی حالا یک مثال هم برای از را می کنیم تا این که خوبتر واضح شود به طور مثال می بینیم که اینجا هم زوج هست اینجا هم برادر عینی هست و اینجا هم کاکا هست خب زوج در صورتی که میت اولاد نداشته باشه نیست فی مال مستحق میشن برادر عینی عصبه هست و این کاکا محجوب همان گونه که ما در تعریف حالا بعدهای موضوع هم خوب توضیح خواد دادیم بناا ما چون در گذشته در درس های قبلی هم داشتیم که وقتی که در مخارجی هم سه قاعده وجود داشت که اگر زول فروز به صورت این فرادی اگر بیایم ما از نفسی از او مسئله را می سازیم بناا مسئله از دو گرفته میشه یک سهم نصفش از آن زوج و باقی از آن برادر و کاکا چون محروم بود یا محجوب بود برای چیزی داده نمیشه حالا در اینجا زوج سهمش نصف بود اما اگر در صورتی که همرا میت مثلا یک پسر داره ای که پسر داشت طبعا این عصبه پسر میشه و سهم زوج را از نصف کم میسازه به چهارم حصه به تعبیر دیگر قبلا از چار هزار نیست بشی را میگرفت یعنی دو هزار حالا از چار هزار یک هزار میگیره و در مخرج مسئله هم تفاوتی با وجود میایه قبلا برای ما معلوم نیست فی مال میتر میگرفت نیست دو است دو هزار یعنی از دو هزار افغانی از هزار افغانی دو هزار را مستحق میشد حالا برای از اینکه چون میت پیسر داره در سهمی از نقصان آمد حدی اعلا دو هزار بود حالا یک هزار میگیره. و طبعا این برادر عینی هم در اینجا محجوب میشه چون میت اولاد داره ای شد ای حجبی نقصان به این معنا زوج کاملا از حقش محروم نشد که حالا هیچ مستحق سهمی نشه ولی در سهمی ازی کمی به وجود آمد به این خاطر سهمش ای شد حجبی نقصان دوم در این مسئله حجب حرمان است حجب حرمان عبارت از یعنی حجب حرمان عبارت از محرومیت کامل واریس از ایرس یعنی واریس کاملا از ایرس محروم میشه مثال دیده که ما قبلا هم کار کردیم ولی میشه که حالا او را دوباره کار بکنیم اما مثالی که مثلا زوج بود و برادری عینی بود برادری عینی و همچنان کاکا خب در صورتی که اگر به طور مثال این نیست که مال مستحق می شد اما در صورتی که در صورتی که اگر میت اینجا خب پسر نداشته باشه خب مثلا به می شکل تقسیم میشه مثلا از دو یک سهم از آن زوج باقی از برادر عینی و کاکا هم محجوب اما در صورتی که اینجا اگر مید پسر داره در صورتی داشتن پسر حالا اینجا هم وارثی داریم که محکوم به حجبی حرمان است و هم محجوب به محکوم به حجبی نقصان حالا در قسمت یعنی پسر که اعصبه عصبه هست اه برای اه زوج سبب نقصان میشه در سهمش و برای برادری عینی سبب حرمان و این محروم میشه برای از اینکه چون اینجا مانی وقتی که اینجا پسر آمد طبیعی است که برادر از حقوق محروم میشه در حالی که قبلا نصف مال از زوج میگرفت و نصف از آن برادر میشد و در اصلی مسئله هم تفاوت و وجود آمد که حالا قبلا زوج نصف میگرفت حالا زوج هم محکوم به حجب نقصان شده حالا چهارم حیثه را میگیره بیرون چهارم حیثه را میگیره مخرجی مثلا ازایی که دو باشه حالا چهار میشه از چهار یک سم از آن زوجه باقی سه از آن پیسر دیگرها هم محجوب و هیچ سهمی را بستحق نمیشن بر اساسی تعریفی که ما در اینجا برای در اقسامی حجب داشتیم که حجب بعد بخش تقسیم کردیم حجب نقصان و حجب حرمان بینن و تعریفی که داشتیم اینجا فامیده شد که برخی از عوامل سبب میشه که تعدادی از ورسه محکوم به حجب حرمان شوه و تعدادی از ورسه محجوب به حجب نقصان شوه حالا ما مثال هایی را هم در این زمینه در گذشته هم داشتیم ولی میشه که اینجا بعضی مثال های دیگر را هم استفاده کنیم خب در کل اینطور میتونیم بگوییم که وجودی ورسه ها سببی از این میشه که در حقوق دیگر تفاوتی با وجود بیاین و فقها ها و دانشمندان میراث در این رابطه دو قاعده را وضع کردن و مطرح کردن که با اساس از دو قاعده این موضوع را ما میتونیم که خوبتر بفهمیم اول هم قاعده ادلا و یا واسطه هست دو قاعده مهم دو قاعده مهم برای حجم اول هم قاعده ادلا ويا واسطة دوم قاعدة أقرب ثم الأقرب يا أقرب فالأقرب نزدیک نزيك حالا دو قاعده در اینجا چگونه میتونه مطرحی بحث باشه ببینیم قاعده ادلا به معنای از این هست که هر واریس هر واریسی که به سبب یک واریس دیگر به میت نسبت پیدا میکنه و به واسطه از او مستحق میراث میشه در صورت وجودی امو واسطه این محروم میشه حالا ما میشه که این مثال را در اینجا ساده تر کار بکنیم به طور مثال ام یکی هم زوج هست یکی هم دختری پسر هست یکی هم پسری پسر هست خب طبیعی است که در اینجا زوج برای که میت اولاد نداره ولی اولادی اولاد داره باز همین در حکم اولاد به شمار میره زوج در اینجا مستحق چهارم حیثه مال میشه دختری پسر همراه پسری پسر اینها عصبه میشن و باقی مال به سهم مثلا از چهار تقسیم میشه یک سهم از آن زوج باقی سه سهم برای از اینها اینها للذکر مثل حظ الانثيين این موضوع را اینها بین خود تقسیم میکنن ولی حالا ببینیم که میت اینها برای میت نواسه هستند به تعبیر ساده تر وقتی که اگر پدری از اینها وجود داشته باشه مثلا ما گفتیم این دختری پسر است و این پسری پسر در صورتی که پسر وجود داشت دختری پسر و پسری پسر خوب با واسطه از پسرشان به میت وصل شده بودن یا ادلا یعنی نسبتی از اینها نسبت از اینها به طرف میت از طریق پدرشان هست به طور مثال میت را فرض میکنیم ای احمد هست احمد هست و ای پسرش هم عبدالله نام داره و ای دختری پسرش هم زینب نام داره و ای پسری پسرش هم محمود نام داره خب طبیعی است که حالا ما میبینیم که زینب با واسطه پدری خود عبدالله به احمد نسبت داده میشه میگن که زینب نواسه احمد است چرا برای که دختری عبدالله هست یا محمود نواسه احمد است چرا برازی که فرزندی عبدالله هست بناهن بر اساس قاعده ادلا و یا واسطه وقتی که واسطه وجود داشت یا کسی که توسطی از او اینها را به میت نسبت میدادن او وجود داره که برز عبدالله هست دیگه طبیعی است که اینها محروم هستن محجوب هستن و اینجا که عصبه اینها قرار میگرفتن اگر عبدالله وجود داشته باشه خودی عبدالله عصبه میشه و اینها هم محجوب پس از چهار حصه یک سهم برای زوج باقی سی سهم برای عبدالله و تمام ای هست قاعده ادلا ای قاعده دوم در ای باب که کوتاهتر ای را توضیح بتیم و انشالله در در بعدی را با مثال خوبتر توضیح خواهیم داد قاعده ای اقرب فل اقربی است که هر کسی که به میت رابطه ای نسبی نزدیکتر داشت این مستحق میراث میشه و کسی که دورتر هست او را محروم میسازه به مثال حالا ما و شما میشه که به زندگی خود مثال بتیم مثال برای ما و شما پدرانمان از همه نزدیکتر هستن. وقتی که پدری ما وجود داشت پدری پدری ما خود با خود محجوب است یا پسران ما به ما نزدیکتر هستن وقتی که پسری ما هم وجود داره و پسری پسری ما هم وجود داره بیدن پیسری ما که وجود داشت پیسری پیسری ما نواسه ما خود به خود محروم است یه قایده اقرب فل اقرب است بطاری میشه. مثال دیگر کسی بتاری مثال ما فوت میکنم کاکای ما وجود داره و ما یک تا کاکا دارم و فکر بکنین که ده تا پیسری کاکا دارم بینن زمانی که ما فوت میکنم کاکا به من نزدیکتر است چون برادری پدری ما هست و پیسرانی کاکای ما برای از یکی از لحاظی درجه و یا قرابت نسبت به کاکای ما اونها به ما دورتر هستند یک درجه پایینتر قرار میگیرن گیرند تمامی مال در کاکای ما مستحق میشه و پیسرانی کاکای ما از, از میراس محروم بناهن فقها ها و دانشمندان میراث برای حل مسائل میراس این مثال را استفاده کردن تا ای که این مسائل خوبتر و بهتر فهمیده شو بینن دو موضوع را که قاعده ادلا البته دقیق بخوانیم قاعده ایدلا ایدلا یعنی از دلو, دلو مثلا سطلی که در چا انداخته میشه یا دوله که برش میگن این هم از عربی گرفته شده انداختن نسبت کردن ما را به طرف آب میندازیم نسبت میکنیم حالا ایدلا هم امی معنی را داره که ما یک کسی به کسی دیگر میندازیم یا نسبتش میکنیم یا واسطه میشه که واسطه هم بگوییم و قاعده اقرب فل اقرب نزدیک نزدیکتر در میراس او اولویت داده میشه و در میراث زمانی که یک ورسه قریب وجود داشت ورسه بعید خود به خود محروم است و محجوب بینن او مستحق میراس نمیشه برای اساس ما دانیستیم که در حقوق میراث بحثی به نام حج وجود داشته که یک تعریفی و اقسامی را داره که بدو بخش دارایی حج نقصان و حج حرمان و فقها و دانشمندان میراث برای تشخیص بیشتری مسائل حج دو قاعده ای را به نام قاعده ادلاع واسطه و همچنان قاعده اقرب فل اقرب وضع کردن تا ای که موضوع برای ما خوبتر واضحتر و روشنتر باشه تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپارون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته